دوستان سلام، پیرو ویدیو قبلی که ما داشتیم در خصوص سرور DL360 جنریشن 8 که دوستان آورده بودن برای اینکه من اینو چک کنم، این من الان در مورد آیلو میخوام با شما صحبت بکنم. و من کاری که الان اومدم کردم تا حالا اینجاست که سرور رو روشن کردم، بعد دیدم که آیلوش قبلا حالا هر کجا که بوده تنظیمات پیشفرض تغییر دادن، یوزرنیم پسورد پیشفرض تغییر داده بودن، آی پی رو استاتیک داده بودن، که من اینا رو ریست فکتوری کردم که بتونم که واردش بشم. بعد که اومدم این کار کردم یه بار تا حالا الان وارد آیلو شدم، آیلو رو بعد آپگرید کردم، بایوس مادربورد رو آپگرید کردم و یه چیز دیگه هم آپگرید کردم که حالا جلوتر میرم خدمتتون من اینو توضیح میدم. خب مالا اینو که لاگین بشیم، الان سرور اگه شما نگاه کنید نظرتون خاموش میاد، دکمه پاورش نارنجی رنگه، از پشتم فقط دو جایی که به اصطلاح کابل برق خورده دو تا LED کنارشه که این سبز روشنه، که یعنی برق وصل به سرور. و این آیلو همونجوری که من گفتم اصلا یه پروسسور جدا داره و یه سیستم کاملا یه کامپیوتر جداگانه از سرور اصلی هستش. بعد ما از طریق این کاری که میتونیم بکنیم اینجاست که خب میتونیم بیایم که سیستم اینفورمیشن رو ببینیم. اول همینجا میتونیم وضعیت سلامت سیستم رو ببینیم که ببینیم اوکیه، وضعیت فناش رو میتونیم ببینیم، وضعیت حرارتش رو میتونیم ببینیم، جلوی سرور، پشت سرور، وضعیت پاور رو میتونیم ببینیم که الان هر دو پاور رو میبینیم که وصل سریالاش رو ببینیم، 750 وات پروسسورهایی که روش هست رو میتونیم ببینیم که الان این دوتا پروسسور که هر کدوم 6 کور داره 12 ترت، مجموعاً ما 12 کور و 24 ترت داریم روی این سرور. مموریایی که روی این سرور هست رو میتونیم ببینیم که الان این سرور حالا کامبینیشن عجیب و غریبی از مموری داره. قاعدتا اینا باید یه کانفیگ ویژه دارن، یه حتی یه فایل 100 صفحه‌ای هستش برای اینکه مموری رو چگونه روی این سرورها چی بگیرید و چند تا بذارید. ولی الان خب یه کامبینیشنی از ماژوله 4 گیگ و 8 گیگ با فرکانس‌های مختلف هست. خب حالا دیگه هست دیگه نتورک اینترفیس هایی که داریم، یه دونه خود آیلو رو داریم، یه دونه هم که اینترفیس 10 گیگابیت دو پورت روش ما داریم، این مدل 530. و خب این دیوایس اینونتوری انبارگردنی ما میدیم که اسلات های پی سی ایش خالیه. خب اون استوریج کنترلر آنبورد که هیچی، اینم که اون کارت شبکه دو پورته. باز تو استوریج ما میتونیم بریم ببینیم که مثلا چه هاردهایی داریم، بعد ورژن فرمور هر کدومش چیه و وضعیت سلامتش تا آخرین وضعیت به چه شکل بوده. اما در مورد فرمور ببینید، این سرورها روی برای هر جزء از سیستمشون یه فرمور و بایوس جداگانه دارن. آیلو یه دونه جدا داره برای استوریج کنترلر، یه دونه جدا داره، خود مادربورد یه دونه جدا داره، دوتا داره تازه مادربورد که حالا جلوتر الان ما میریم ببینیم. سافر هم که الان فعلا چون خاموشه چیزی نمیبینیم. لوگای ویژه ای آیلو نگه میداره که خب قاعدتا کسی که این سرور رو بعد از اینکه اطلاعاتشو پاک کرده بعد این لوگا هم پاک میکرد، ولی خب حالا نکرده، علاقه نشته. اگه ما دوست داشتیم میتونیم بیایم اینو ریستش بکنیم، کلیرش بکنیم ایونت لاگا. من موقعی که این آپگرید کردم آیلوشو چند تا مشکل میخوره، این رایجه. آیلو رو آپگرید میکنید، این بعدش استوریج کنترلر امبدد فلش استی کاردش دچار مشکل میشه. اونو بعد تا این کار نکنید، درستش نکنید، یه کامپوننت دیگهش به مشکل میخوره به اسم intelligent provisioning همچین چیزی که با اون خیلی کار داریم. باز مثلا لاگای مختلفی میتونه به ما نشون بده در مورد سلامتش و خیلی چیزهای دیگه. بعد من آیلونم اومدم یه سریال بهش دادم که این شده آیلو ادوانس، فیچره ویژه‌ای به آدم میده. این سریالاش اگه سرچ کنید رو اینترنت هستش، از اشپی نمیشه خرید به خاطر شرط ویژه کشور ما، ولی خب حالا بعد
دیگه. آها یه چیزایی به ما میده وقتی آلو ادوانس میگیریم، آلو فدریشن میده، یعنی میتونیم از یه جا همه رو چندین تا سرور رو کنترل کنیم. فعلا در این مورد ما کاربرد نداریم. این ریموت کنسول خیلی مهمه. این اجازه دسترسی به مانیتور کیبورد ماوس از طریق ریموت میده، از طریق شبکه که الان من دارم این سرور رو کنترل میکنم. علت اینکه ما آلو رو آپگرید کردم اینجاست که پیش فرض این با دات نت براوزرتون باید یه دات نت ساپورت کنه یا جاوا، که براوزر جدیدش کدومو ساپورت نمیکنه، حتی اجم نمیکنه، مجبورید که از آی ای استفاده کنید. ولی وقتی که آپگریدش میکنید HTML5 بهتون میده که براوزرهای مدرن ساپورت میکنن. و ورچوال مدیام که مثلا میتونید که یه ایزو بهش بدید که از راه دور باش کار بکنید. پاور منیجمنت میتونید خب سرور رو همونجوری که اینو بزنید انگار دکمه پاور جلوی سرور رو زدید. بعد که حالا اینو میزنیم میتونیم سرور رو مثلا فورس شات داون کنید، انگار دکمه پاور 4 ثانیه نگه میدارید که خاموش میشه. میزان مصرف برق رو میتونید ببینید و تنظیمات شبکه، مثلا تنظیم آی پی آی لو میتونید در اینجا مثلا به جای اینکه برید پشت سرور باز از اینجا تغییراتی بدید. ریموت ساپورت و اینا هم که یه چیزایی که اچ پی میتونه بده و اینا. آها این فرمورا رو میتونید از همینجا بجن که سیستم عامل برید تو سیستم عامل این کار بکنید. یه سری از فرمورا رو، همه رو نه، خود فرمور آیلو، خود فرمور سرور، این ستاش سرور یعنی فرمور مادربورد و این سیستم پروگرامبل لوجیک دیوایس و SRLC در واقع و این فرمور SLXL. فرمور هاردار رو نمیتونید، فرمور کارت شبکه رو نمیتونید، اینا رو ولی خب میتونید از اینجا آپگرید بکنید. خب ادمنستریشن هم که خب چیز ویژه‌ای نداره، سکیوریتی و مثلا یوزرها رو اینا رو بخواید تغییر میدین از اینجاست. خب بریم کجا؟ میریم توی این ریموت کنسول. من فعلا این HTML کنسول رو میزنم، سرور الان خاموشه. الان سرور من روشن بکنم. آها ببینید اینو میبینید، من میتونم از اینجا یه سی دی یه دونه ایزو بهش بدم که انگار این ایزو رو شما رایت کردید روی سی دی، بعد گذاشتید توی درایو سرور یا گذاشتید روی فلش وصل کردید به سرور از راه دور، خب حتی اینترنت. بعد یه سری کلیدایی که ترکیب کلیدایی که سیستم عاملتون حالت معمولی ممکنه نظاره بفرستین، میتونید از این طریق بفرستید برای سرور. خب حالا من اینو اینجوری میزنم، سرور روشن میشه. اول که روشن میشه فنا ممکنه با حد اکثر سرعت کار بکنه، صدای هواپیما میده ولی بعد صداش میاد پایین. خب دقت بکنید دوستان، شما موقعی که یه دسکتاپ یا یه لپتاپ رو روشن میکنید عادت دارید که مثلا ظرف 30 ثانیه 60 ثانیه بیاد تو سیستم. اینجا این خبرا نیست. این سرور موقعی که روشن بشه همه چیزش رو چک میکنه، خیلی کامپوننت داره، جزئیات زیادی داره. این سرور قرار نیست هی ریستارت و شات داون و اینا بشن. اینا قراره یه بار روشن بشه و قراره 24 ساعته 7 روز هفته در کل سال کار بکنه. خب بنابراین بوتش طول میکشه، خیلی هم طول میکشه. میبینید که من بایوس رو اینجا آپدیت کردم، اینجا دیده میشه. آی پی آیلو که الان داره دی اس پی گرفته اینجا دیده میشه. حالا این بوته طول میکشه. بعد این هر چیزش هم به تنظیم جدا داره، ستاپ به تنظیم جدا داره، کارت شبکه تنظیم جدا داره، خود آیلو یه تنظیم جدا داره، استوریج کنترلر یه تنظیم جدا داره برای ستاپش، که اینا همش کلید میلیدش اینجا نشون میده که با چه فانکشن کی میره توش. حالا میگه F9 رو برای ستاپ بزن، من F8 رو برای تنظیم آیلو بزن، که من رفتم ستاپ رو ریست فکتوری کردم. حالا مثلا بعد F5 رو بزن برای کنترلر استوریج، برای تنظیم بایوس اگه بخوای بایوس مثلا بکاپ بیای میتونی اینو بزنی. اسکیپ هم که میره برای سیستم، این برای تنظیم کارت شبکه است. بعد که همه اینا تمام میشه تازه این میاد. خب بعد من میتونم بزنم یادم رفت. خب اینو ناکنید. حالا اینو از جایی که خریدن یه ویندوز 7 روش ریختم، به جای اینکه مثلا حالا یه ویندوز سروری بریزن، ویندوز 7
هوم ادیشن هم ریختن، نمیدونم چی بوده، آره هوم بیسیک یا یه دیستروی لینوکس بریزن. بعد دو تا هارد 300 داشته، اینا رو اومدن یه دونه رید سیف کردن، یعنی اگه یکیش بپره کلش میپره، اون دو تا دیگه هم اومدن یه دونه ولوم رید سیف صفر دیگه کردن. اینجوری میگم هارد رو تک تک نمیبینه. به این ترتیبه. خب من الان سرور رو مجبورم که خب الان شات داون کنم. خب سرور شات داون کردم، خب اینو اسکیپ بزنم. حالا میرم توی این کجا بود، بیا 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 بیا، بوت بوت اوردر سرور پاور سیتینگ ریموت سپورت فرمور ویرچوال بوت اوردر. میگم فعلا دفعه بعد برو تو این اینتلیجنت پروویژنینگ اپلای، اینو بزنید میره تو تنظیم ستاپ. خب بعد خب حالا روشنش بریم این توی کو ریموت کنسول. یا من اینو ممکنه فاست فوروارد کنم این تیکر رو توی پست پروداکشن که بره جلو، شما انقدر معطل نشین. خب اینجا ما با مینتیننس کار داریم. توی ورژن اوریجینال اصلیش ممکنه خیلی بدوی تر باشه، ممکنه مال 5 سال پیشه دیگه. خب گرفت یا نه؟ آها خب ران سیریس. آها ما با این تستا کار داریم. خب ببینید ناکنید این تستای مختلفی که ما میتونیم داشته باشیم، تو این تستا میتونیم که تست مثلا کویک داشته باشیم، فقط یه چیزایی تست میکنه. اینجا مثلا چیا رو میخواد تست کنه؟ یه کامپلیت تست ما اینجا کار داریم. خب کامپلیت تست، خب میگیم all devices رو همه رو برای ما تست بکن. خب من حالا این تست رو میزنم، این رو دیگه من ویدیو رو قطع میکنم. اگر در پایان این تست مشکلی خورده باشه، ببینید همه چی این داره بر ما تست میکنه. بزنیم بریم. خب اگر در پایان این تستا هر چیزی به مشکل بخوره دیگه، یعنی این که خب سرور ما مشکل داره. اگه نخوره دیگه تمومه دیگه، بعد از اون شما با خیلی راحت میتونید سرور تحویل بگیرید. این موقع که جایی که میخواین برین با این شرط بخرید که هموجه به شما مانیتور بده، این تست رو بذارید، اگه لازم باشه طولانیه میرید دنبالش بعدا میاد. خب خب دوستان ببینید الان این تستا تموم شده. تستی که ما داشتیم یه چیزی اولوش 1 ساعت و 41 دقیقه و میگه که one or more tests failed. بعد من الان میام تو این لاگ و توی تست لاگ ببینیم که چی بوده ماجرا. میام پایین همه چیزایی که پس شده، سی پی یو رو تست کرده، هارت ها رو تست کرده و میایم پایین.
و ببینید total memory address test, random address test, read test, march test, noise test, walk test. و خب ما میبینیم که یه ارورای داشتیم. من ببینم SPD verify test فرض رو برای این میگیرم که با توجه به اینکه رم ها رم های اوریجینال خود HP نیستند و سایز های مختلفه و اینکه فرکانس های مختلفه و با توجه به دستورالعمل های HP گذاشته نشده یه همچین اتفاقی به وجود اومده. نمیتونم 100% ادعا بکنم که مشکل نداره ولی من مشکلی ندیدم. باید یه تست دیگه تو مم تست بگیرم ببینم که آیا این بود یا نه. اگر این تست توی مم تست هم دوچار مشکل بشه من میتونم الان فقط دوباره یه بار یه تست دیگه بگیرم که بیام توی تستا یه کاستم تست بذارم فقط مموری. خب ببینید دوستان، من تصمیم گرفتم یه مقدار دیگری ویدیو رو ادامه بدم و ببینید من قبلا هم تست کرده بودم یه بار ولی مجددا دوباره برای اینکه مطمئن بشم که مشکلی نداریم با مم تست دارم یه بار دیگه اینو تست میکنم. و خب میبینید که مم تست البته فقط 51% از یه پسش رفته، پس یکش هنوز کامل نشده ولی اروری نمیبینیم. خب پس چه شد که خود برنامه تست هیولت پکارد به ما پیغام خطا داد؟ و ببینید این سرورها از نظر آپشن‌های مختلفی که رمی که دارن و چیدمانش بسیار حساس هستن. در این حد که HP برای مثلا DDR5ش یه داکیومنت 64 صفحه‌ای داره که میاد انواع رم‌ها رو توضیح میده، آپشن‌های مختلفی که ما داریم و میاد حتی بعد جلوتر که میریم اینجا که میگه برای سرور که اگر میخواین سفارش بدین به چه ترتیبی باید اسلات ها رو پر کنید، چه رم هایی رو میتونید با هم ترکیب کنید، چه مواردی رو نمیتونید، اینا رو همه رو به ما توضیح میده. ملاحظه فرمایید که یه همچین توضیحاتی داده شده. خب ولی خب ما ممکنه یه همچین وقتی رو نداشته باشیم که بیام این کارو بکنیم. من اینکه یه 300 مینی باشیم که خیلی روی ماجرا مجبور باشه فوکوس بکنه. پس چه کار میکنیم؟ اینجاست که HPE یه ابزار آنلاینی به ما داده برای HPE Server Memory Configurator که این رو میایم سرورمون رو حالا DDR3 یا DDR4 هستش میزنیم، بعد میایم بعد مثلا میگیم که سرورمون چی هستش، DL پرولیانت DL360P Gen 8. خب بعد میگیم دو تا پروسسور داریم، حالا رم هم اگه داشته باشیم میتونیم بدیم، حالا من فرض میکنم اصلا از اول هیچی رم ندار. بعد میاد میگه که چند گیگ رم میخوای، بعد میگه برای چه حالتی میخواین، پرفورمنس بالا میخواین یا قیمت پایین میخواین. و بعد که ما جلو میریم میاد آپشن‌های مختلفی که به ما داریم و میده که حالا مثلا این لو ولتیج آن ریجیسترد دیم هستش یا مثلا یه مواردی از استاندارد ریجیسترد دیم هستش، اینا همه فرق میکنه، ما نمیتونیم اینا رو با هم ترکیب بکنیم. بعد میاد و خب اینا رو که میگه که به چه شکلی باید بچینیم ما میتونیم انتخاب کنیم و بر اساس این انتخابمون رم ها رو تنظیم کنیم و دقیقا گفته تو کدوم اسلات باید کدومو بذارید. خب و خب الان دوستانم که الان اینو گرفتن خب یه همینجوری تصمیم گرفتن که خب این 24 بوده رو بکنن 32 و الان اون پیغام خطا رو میده. من پیغام عمده این نمیبینم، مشکلی ندیدم و با توجه به اینکه این رم ها رم های خیلی گران قیمتی نیستن توی ظرفیت پایین، اگه مثلا ماژول های 16 گیگ بود خب من میگفتم که آره میارزه برید دنبالش این رو عوض بکنید یا مثلا بگین که چیز دیگری براتون بذاره، ولی با توجه به اینکه ماژول های پایینی هستش بنده من زیاد توصیه نمیکنم وقتشون رو صرف این کار بکنن.
به هر صورت اگر خواستید که کانفیگ رمتون رو بالاتر ببرید، باید به این ماجرا هم دقت بفرمایید. و این پایان نیست برای این ویدیو، امیدوارم که استفاده برده باشین. ببخشید اگر من در طول ویدیو زیادی حرف زدم و موفق باشید.